أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از چند سال از فوت حضرت خدیجه رضوان الله علیها، ام سلمه میگوید که نام حضرت خدیجه را مقابل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بردیم، حضرت گریهشون گرفت. و فرمودن و این مثل خدیجه. بعد فرمودن صدقتنی حیث حین کذبنی الناس و آزرتنی علی دین الله و اعانتنی علیه بمالها. سه تا جمله فرمودن. بعد از اینکه فرمودن این مثل خدیجه، اینا هر یه جملهش یک دنیا مطلبه. اگه حضرت خدیجه رضوان الله علیها هیچی نبود در تاریخشون الا این چند جمله پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، کافی بود برای اینکه نشون بده که حضرت خدیجه در چه مقامیه. اما فرمایش اول حضرت که فرمودن و این مثل خدیجه، فرمودن خدیجه و این مثل خدیجه، پیغمبر خدا هرچی بگن وحی الهیه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، یعنی حرف خداست. خدای عز و جل به وحی بر پیغمبرش نازل کرده، پیغمبر خدا فرموده. خود این آیه شریف قرآن کریم و ما ینطق عن الهوا یه حرفی علمای علوم عربیت دارن و علمای فقه در فقه، علمای اصول در اصول، علمای بلاغت در بلاغت در موارد بسیاری استناد بهش میکنن. یه بحث علمیه که حذف متعلق ظهور در عموم داره. قرآن کریم قله بلاغت، قله بلاغت. وقتی که قرآن کریم میفرماد و ما ینطق عن الهوا، متعلق حذف شده، در چی ما ینطق عن الهوا گفته نشده؟ چی؟ در تبلیغ احکام، در بیان اخلاق، در بیان عقاید، در بیان تاریخ، نسبت به خوبا که پیغمبر خدا یه جمله خوب گفتن مثل حضرت خدیجه، فرمودن و این مثل خدیجه، نسبت به افراد بد که جملات بد فرمودن، همش و ما ینطق عن الهوا فی ای شیء، تو چی ذکر نشده؟ وقتی که ذکر نشد متعلق حذف شد، این ظهور داره یعنی در همه چیز. هو هم که برگشتش به همینه که ما ینطق به مای موصوله برمیگرده، که اونم باز متعلق ذکر نشده. وقتی که پیغمبر خدا این فرمان خدیجه و این مثل خدیجه، این معنیش این وحی الهیه، این فرمایش. و
وقت این مثل خدیجه، باز علمای عربیت اینجور تعبیرها رو میگن. اینجور تعبیر برای بیان این است که نیست همچی چیزی. این مثل خدیجه، یعنی نیست مثل خدیجه. تو کجا نیست مثل خدیجه؟ تو زنا، تو مردا، تو ملائکه، تو بهشت، تو دنیا. حذف متعلق شده. بله، 14 معصوم علیهم الصلاة والسلام، شوهر حضرت خدیجه رسول الله صلی الله علیه و آله، شوهر خدیجه حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله، داماد خدیجه امیر المؤمنین صلوات الله علیه، دختر خدیجه حضرت زهرا صلوات الله علیها، و 11 امام دیگر اولاد حضرت خدیجه. اینا به تخصص خارجه، اینا اصلا داخل این عمومات نیستن، تخصیص نی تخصصه. اما دیگه کی؟ مقتضای این تعبیر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که وحی الهیه، باید ببینیم استثناء داره یا نداره. خیلی بلنده این تعبیر از پیغمبر خدا. من نمیدونم، من قدی که دیدم، شنیدم، خوندم تو کل عمرم، یه همچی تعبیری آیا از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت به دیگری غیر 14 غیر 13 معصوم دیگه، آیا هست اصلا تو تاریخ، تو روایات؟ و این مثل خدیجه. کو مثل خدیجه؟ یعنی نیست مثل خدیجه. تو علوم عربی دوست میگن انکار ابطالی. این یک استفهامه، استفهام میاد برای انکار ابطالی که جزء کنایاته و تو قرآن کریم، تو احادیث شریف زیاد هست. یک شم اینه در. واقعا یک دنیا مطلبه همین جمله. اون سه تا جمله دیگه که پیغمبر خدا فرمودن میتونه یک جزئی از اسباب همین جمله اولا باشه. و عین مثل خدیجه. یکی فرمودن که صدقتنی حین کذبنی الناس، مردم منو تکذیب کردن، قوم خشای پیغمبر، عموهای پیغمبر، عمه های پیغمبر، قریش، بنی هاشم، اکثر قریش، اکثر بنی هاشم پیغمبر خدا رو تکذیب کردن. یه عدهشون تو جنگ ها شرکت کردن ضد پیغمبر خدا. نوشتن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یا 9 تا یا 10 تا عمو داشتن. کشون اینا. اینا تکذیب کردن پیغمبر خدا. 3 تاشون فقط، یکیشون ابو طالب سلام الله علیه که از اول مسلمان شد، بعد از امیر المؤمنین صلوات الله علیه که از ازل مسلمان بودن، و خدیجه، بعدش هم ابو طالب، حسب ظاهر بعدش ابو طالب. و این ابو طالب عمو، عموی دویم حمزه که بعد اومد اسلام آورد بعد ابی طالب، سیومم عباس که در مدینه به جنگ پیغمبر اومد و بعد اظهار اسلام کرد. این 3 تا از 10 تا یا 11 تا که بقیه عمو، اینا یه مشتی اولاد داشتن این عمو، که اولادشون، که نواهاشون. نوشتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 6 تا عمه داشتن، 3 تاشون نوشتن مسلمون شدن، 3 تاشون خودشونو
اولادی چیزی داشتن، اسمی از اسلام نیست ازش، بر کفر مردن. کذبنی الناس، حتی قوم خشای پیغمبر، پیغمبر خدا رو تکذیب کردن، فرمودن خدیجه صدقتنی حین کذبنی الناس، یکی و آزرتنی علا دین الله، کمک کرد برابر دین خدا. سیومشم و اعانتنی علیه به مالها، بر دین خدا مرا کمک کرد به مالش. مال خدیجه چی بوده؟ تجار مشرکین، پولدارای قریش، اینا کارمندای خدیجه بودن. پول از خدیجه میگرفتن، تجارت میکردن، یه چیزی از سود خودشون برمیداشتن، یه چیزی به خدیجه میدادن. این نوشتن تو تاریخ بحار الانوار داره، غیر بحار الانوار، که وقتی که آوردن بعضی تجارتارا پولای حضرت خدیجه بود، اون وقتا پولا طلا و نقره بوده دیگه، جماعتی نشسته بودن این پولا رو این وسط ریختن، انقدر بالا اومد این پولا که اینایی که این طرف نشسته بودن اون طرفی ها رو نمیدیدن. یه جزئی از مال خدیجه بوده. حضرت خدیجه تمام اموالشون رو در راه پیغمبر خدا داد. یه خوردش هم موند که تو شعب مصرف کردن. به جایی رسید حضرت خدیجه سلام الله علیها تو شعب محتاج یه لقمه غذا بود، ابدا اظهاری نکرد، نقل نشده ازش یه بار یه شکایت به پیغمبر خدا کرده باشه، نه از پیغمبر خدا، اون که هیچ. حضرت خدیجه خیلی مقام داره، خیلی. فقط بله، در کنار 14 معصوم قرار گرفته که یکیش دخترشون حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، اینا خورشیدهای فروزان هستن، خیلی ظهور نداره، خیلی پیدا نیست. اگر نه این 14 معصوم همه بر حضرت خدیجه محزون شدن، اول همه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، که بعد چند سال از فوت خدیجه گذشته بود، ام سلمه میگه نام خدیجه رو بردیم، نه اشک تو چش پیغمبر اومد، پیغمبر بکا، گریه کردن. بعد چند سال از فوت خدیجه امیرالمؤمنین محزون شدن، حضرت زهرا چقدر گریه کردن، 11 معصوم دیگر، امام حسن، امام حسین، 9 تا ائمه معصومین از ذریه امام حسین، اینا همه محزون بر حضرت خدیجه شدن. سزاوار یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، هر کسی در هر جای دنیا در حدی که میتونه اظهار حزن کنه مناسبت وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. مجلس کتاب فضائیه است، نمیدونم شعر نثر، مطرح کنن اینا رو. امیدوارم خدای عز و جل به همه این توفیق رو بده که توفیقیست انسان بتوانه نام حضرت خدیجه را ببره، اظهار تعلم بکنه برای فوت حضرت خدیجه، عزاداری برای حضرت خدیجه بکنه، هر کی هر چی بکنه. امیدوارم خدا همه مؤمنین و مؤمنات را در همه جای دنیا این توفیق و بیش از پیش بهشون بده، به ما هم بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.